ایکران بر شما دوستان عزیزان سروران دو تا خبر خیلی 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 مهم اول از همه این که یک آخوندی رو در مشهد با تیغ مکتبوری بریدن آقای ابوذر حسینی در مشهد که حالا فیلمش رو نگاه میکنیم و خیلی جالبه ما اولین تقریبا میتونم بگم خبرگزاری که نیستیم یک برنامه ساز هستیم یک جریان فکری هستیم ما اومدیم اولین تقریبا میتونم بگم رسانه ای بودیم که این خبر رو دادیم بیرون و تقریبا 24 الا 48 ساعت بعد بی بی سی و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به مانند تصنیم این خبر رو درچ کردن من در مقدمه فقط بگم ببینید ما هزاران خبر رو خیلی جلوتر میدیم بیرون هیچکی نمیگه وای مثلا امیدانا جز اولین نفراتی بود که این خبر رو داد بیرون ولی مثلا خدایی نکرده یه جایی مثلا یه اشتباهی یه سوتی بشه وای همه اونو برجسته میکنن یه سوتی یه چیزی بشه اونو برجسته میکنن خب این دشمنیه دیگه برحال حال جایگاه برنامه رو دست روشنه و خیلی از خبراش به مانند همین خبر حتی خبر حالا خبر دومی هم که تو این برنامه داریم خبر دومم هم مجازه اولین کسان بودیم که اصلا فکر کنم اولی بودیم که خبر پخش کردیم چون دلیل داره بگذریم ببینیم این آقای ابوذر حسینیه که یکی از آخوندای مشهد امام جماعت و فیلم صحنه ای که با تیغ مکتبوری یکی از مردم ایشون وایستاده. زارب اینجا منتظر آقای ابوذر حسینی ابوذر حسینی میاد زارب میره پشتش خیلی ریلکس همونطور که میبینید الان تیغ مکتباری و ورداش گلو اینو برید گلوشو برید و البته خبر بدم آقای ابوذر حسینی زنده هستن ولی به هر حال این صحنه این ایجاد رو وحشتی که برای آخوندا داره انجام میشه بسیار بسیار مسمر ثمره که اینها با این لباس مسخره بیرون نیاد خبرگزاری تاسی میگه حمله به امام جماعت مسجد منطقه هاشمیه مشهد با تیغ مکتبوری زاره بیمار روانی بود بله همه بیمار روانی هن دیگه هر کسی که داره کار درست انجام میده در برابر این جماعت بیمار روانی هست خوبه بچه های مردم این کار رو کنن بر خودشون هم بزنن به بیماری و اینا که اینا نتونن بالاخره هر کاری کار. بس بر سر اون تنفری است که در جامعه ایجاد شده علی اخوندا دیگه مسئول روابط عمومی فرمانداری مشهد گفت فیلم منتشر شده مربوط به حدود ده روز قبل است و زارب روحانی مشهد در بازداشت به سر میبرد خبرگزاری تسنیم در طی چند روز اخیر فیلمی در فضای مجازی حمله فردی به امام جماعت مسجد امام حسن مشتبا منطقه هاشمیه مشهد منتشر شده است بر اساس پیگیری های خبرنگار خبرنگار تسلیم در این حمله فرد زاره با تیغ مکتبوری بریشی برگردن امام جماعت مسجد زده که خوشبختانه که البته متاسفانه تیغ با شاهرک برخوردی نداشته متاسفانه حجت الاسلام ابوذر حسینی امام جماعت مسجد بخشید خوشبختانه حالا متاسفانه هر جو دوست دارید دیگه خودتون بهتر میدونید دیگه الان ببین اینکه همین جامعه وقتی که مثلا میگه آقا دمش یارو با تیغ موکت بری زده این اسات تنفر رو دیگه به حد اعلی رسونده دیگه حجت الاسلام ابوذر حسینی امام جماعت مسجد امام حسن مشتبه حسنی واقع در بلوار فکوری پس از این حمله به بیمارستان منتقل و اقدامات درمانی لازم انجام شده است در پی این اخوندام سگجونن و یعنی <applause> واقعا خیلی خیلی سگجونن به این راحتی تا الان تو این همه اتفاقی که برای آخونده افتاده فقط اونی که تو آمل دیگه واقعا دیگه با کلاشین گفت رگبار بستن بهش به هر حال دیگه تیکش مثلا ثبت شد و بالاخره اوکی شد بقیهشون همه زخمی شدن یعنی این نشانه از سگ جونی بسیار گسترده که این جماعت اخومی الان هم احمد خاتمی سکته کرده نمیخواد قبضو بده یعنی اینا بیچاره کردن اسرائیل اسرائیل به خدا اینا التماس میکنه جون مامانت دیگه بس دیگه خیلی زندگی 90 سالت شد والله جنتی که ول نمیکنه میگه در پیگیری یه خبرگزاری تصنیف فرمانده مشهد تناکی مسئول روابط عمومی فرمانداری مشهد در گفتگو با تصمیم اسا فیلم منتشر شده معبود به ده روزه که فلان اینم که گفتیم اونجا خبر دوم که به نظر من خیلی مهمتره و باید بیشتر بهش رسیدگی بشه خبری است که هموطنان قیور ما یه اقدام بزرگ کردن بلند شدن رفتن و دو تا امامزاده رو در ایلام به آتش کشیدن این صحنه آتش کشیدن این دوتا امامزاده هست که دارید میبینید صداشو قطع کنم ببین این دوتا امامزاده رو به آتش کشیدن کلی قرآن اینایی که میبینی قرآنه قرآن سوخ گریه کنی شیحیان خیلی جالبه در تاریخ به ما میگفتن که بله این پیمان فلان با فلان و موریانه اومد همه رو خورد الا واژه الله ولی الان کل الله و قرآن و کمپلت کتابش جله چشمون داره میسوزد ولی ما باید قبول کنیم که در 1400 سال پیش که ما نبودیم موریانه کل نام رو میخوره ولی بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیخوره ولی الان جلو چشمون همش میسوزه دو تا امامزاده آتیش گرفته یکی در امامزاده یوسف یکی هم امامزاده سید حبیب در شهرستان آبدانان و دهلوران در استان ایلام که خب این اتفاق اتفاق بسیار بسیار بزرگی خبرگزاری تسنیم و این هم مجاز اولین نفراتی بودیم که این خبر دادیم خبرگزاری تسنیم هم روی این قضیه مانوف داده بذارید بریم جلو بله حد که حرمت دو امامزاده در ایلام آتک زدن مقبره دو امامزاده در دهلوران و آبدانان و داره توضیح میده حالا در ادامه به گزارش خبرگزاری فلان از ایلام در 24 ساعت گذشته فرد یا افرادی اقدام مقدس به آتک زدن خرافات کده امامزاده در شهرستان دهلوران و آبدانان را به صورت همزمان کردن درود به شرفشون و این البته بگم ما در آینده اگه حکومت دستمون باشه از این امامزاده ها و مساجد و اماکن مثلا مقدسه اسلام شیخه اسنا حشری از اینها بعد تغییر کاربردی انجام بدیم کتابخونه کنیم ریسکو کنیم حال کنیم ولی تا قبل از اینکه قدرت به دست بیاریم این حرکت یکی از حرکات های بسیار زیبا در راستای تقدس دادی است درود به شرف این هموطنان ما که این امامزاده ها رو به این شکل در آوردن میگه این دو امامزاده سید یوسف و سید حبیب که در فاصله 6 کیلومتری از هم قرار دارن توسط این افراد مورد حدک حرمت قرار گرفته که این اقدام نشون در فضای مجازی موجب خشم خشم و مردمی نسبت به این اقدام موهون موهن و داعشگونه داعشگونه افراد مسبب در استان ایلام شده است چطور از اولین داعش کرده خود آیه ابراهیم دیگه اومد بوت مردم شیکون خود معمل هم که وارد کعبه شد بوت مردم شکون دیگه دیگه تو شوخی نکن اینجا مبارزه با خرافاته میگه تجمع مردم شهرستان آبدانان در محکومیت این اقدام در صبح امروز صدور بیانی ها و اظهار نظر های شخصیت ها و مقامات و آهاد مردم در محکومیت این اقدام فضای استان ایلام را در بر گرفته و شهروندان ایلامی خواهان برخورد با بانیان چنین اقدام شده خیلی جالبه شما بچه های مردم رو میکشید چشم در میارید این مردم انقلابی شما کف خیابون نمیان اعتراض کنن برای جان جان واقعی برای فیزیک تن این بچههایی که تو ایرانن شما ارزش قائل نیستید بعد برای, برای یه بوتکده هایی به اسم امامزاده ها مثلا ارزش قائلی چرا شما آدم یکی از دلایل جهان سومی بودن ما همینه خشممون در باب این اماکن موهون به قول خودشون موهنه و یا ما مهم. این باورهای متوهم وجود خارجی نداره و خیلی از این امامزاده اینا رو همینجوری هر روز دارن درست میکنن میگه حجت الاسلام سید محسن موسوی امام جامعه دهروران با حضور میدانی در محل حادثه این اقدام را محکوم و اظهار داشت این دو امامزاده در شهرستان دهروران و آبدانان سالهای متمادی مورد احترام مردم بوده و جایگاه بالایی نزد مردم دارن بوده ببین جا خودت هم داری میگی مورد احترام مردم بوده دیگه مردم اینا محلی نمیدن میگه وی افسر خبر دردناک حرکت غیر انسانی و غیر دینی آتک دو بمبزاری در دهران و آبدانان موجب تاسف مردم و مسئولان شده است امام, جاده، امام جامعه دهران با بیان این که مردم انقلابی استان همیشه در صحنه هستند و هرگز اجازه چنین حرکاتی را نخواهند داد خاطر نشان که دستگاه قضایی و امنیتی انتظار داریم عوامل این اقدام ضد دینی را شناسایی و مجازات کند چیکار کنید بخاطر که داتا امام زاده تیسرن میخواید اعدامشون کنید بهزاد علیزاده نماینده مردم شهرستان آبدانا و دهران و بدره و در شهر و غیره در مجلس شورای اسلامی نیز با صدور پیامی اظهار داشت اهانت و آتش زدن بقای متبرکه امامزاده سید یوسف و سید حبیب و کتاب مقدس قرآن باعث جریه دار شدن احساسات همه مردم به ویژه سادات جلیل القدر منطقه شده است البته احساسات ما هم جریه دار کرده و ما در درون خودمون داریم عربی میرخسیم میگه که وی ضمن محکوم کردن این اقدام بی شرمانه از مسئولان زیرت خواهان پیگیری قاطعانه این امر شد و گفت امیدواریم از این پس شاهد چنین حوادث ناگوار گذاشت و دور از انسانیت اتمن کار کاملا انسانی بوده در منطقه نباشیم حالا دیگه بقیهشون هم هر کدوم اومدن دیگه واسه خودشون دیگه همینجوری دارن زر میزنن زر میزنن که همه زراشون رو ما وقت نداریم داشته باشیم ببینید خیلی اقدام بزرگی بودینه ببین شما این سطح تنفر که دیگه خیلی راحت شما تو اون فیلم دیدید طرف چقدر ریلکس تیغ موکتبوری رو وا و با لادم اینقدر ریلکس نمیتونه سر یه اون کسانی که قصاب هستن سر یه خروس و اینا رو نمیتونن اینقدر راحت و ریلکس ببرن چه برسه انسان البته بس ببینید شما آخوندا از حیوان هم پستر هستید که مردم به اینجا رسیدن و فرای این داره میره حتی ما الان آگاهی خیلی زیادی داریم نسبت به گروه هایی که در قالب حسایی مقاومت دارن شکل میگیرن که تا مبارزات مسلحانه را علیه این تروریست ها بخوان کلید بزن ما امیدواریم این اتفاقات نیفته ما در نهایت در کانتکس این هستیم که آقا نباید جامعه به سمت خشونت بره یعنی کل جامعه نه اینکه مثلا بگیم جامعه تا نه رو حکومت بره ما امیدواریم که جلوی خشونت از خود حکومت گرفته بشه اینکه مردم دارن خشونت به خرج میدن این خشونت مشروعی است خشونت منطقی است و ما کلا از این چرخه خشونت مشکل داریم و امیدواریم چرخه خشونت ابتدا از سوی حکومت متوقف بشه دست از این قوانینش برداره داره میبینه مردم هم دیگه ببین این که آی امام زاده از قرآن اینا قرآن الان کاسه تو تو کاسه توالت مردم تمیز میکنن جای روزنامه کیهان دیگه است قبلا روزنامه کیهان آقای شریعت مداری برای شیشه پاک کردن بود الان قر... ورقات قرآن و اینا یعنی اصلا فکر نکن که دیگه تعصبی تو این قضا یا تو ایران وجود داره مردم دارن رد میکنن ببین ما همون روز اول گفتیم با سرعت اسلام زدایی و اسلام ستیزی به یاری در این سرز این پاک اهورایی داره شکل میگیره مردم ایران آگاه شدن مردم ایران دیگه زیر بار این پکیج مزخرفات شیعه اسنا نمیرن میدونن که ما شیعه رو درست کردیم برای تفرقه در اسلام دممون گرم ولی قرار نشد که دامن خودمون رو بگیره من لحظه به لحظه دارن این باورها رو اینجوری با سرعت و با یک خشونت اوریان رد میکنن و این خشونت دامان حکومت رو در نهایت خواهد گرفت به خاطر اینکه حکومت نمیفهمه شما بازی رو باختید شما بازی رو باختید 85 میلیون جامعه است مردم کشورمونن نهایتا 20 میلیون نفر امروز روی این مسائل مثلا یه تصابی دارن ولی یه جامعه ای که 1400 سال مقت شویی شده و 85 میلیونه و 20 میلیون نفرش همچنان در این باورهای ضد انسانی ضد ایرانی ضد بشری اسلامی حالا شیعه یا هر فرقه دیگهش در ایران باقی موندن این یعنی فاجعه چون 65 میلیون نفر دیگه ما اگه الان رای گیری کنیم آقا اینا رو مثلا که این چیزو آتیش زدن یا این اخوندا رو دارن میزنن رای گیری کنیم آقا اینا مجازات بشن یا نه 65 میلیون از مردم ایران رای میدن نه مجازات نشن 20 میلیون نفر هم که تازه مذهبی من فکر نمی کنم همشون راقب باشن که اینها بخوان مجازات بشن حتی از اون 20 میلیون نفر بخش قابل توجهی در درونشون مسئله اسلامی هم سوس شده اینم میخوام بهتون بگم 20 میلیون کم نیست البته ما 20 میلیون که چی 100 هزار نفر هم کم نیست خیلی زیاده ولی ما 20 میلیون به هر حال مسئله از این و 65 میلیون هر جور بخوای نگاه کنی خیلی خیلی زیادتر از 20 میلیونه هر جور بخوای نگاه کنی بنابراین روند تاریخ هم به سود ماست از این نظر از این نظر از نظرهای دیگه متاسفانه روند تاریخ آنچنان به سودمون نیست ولی روند تاریخ از این نظر که مردم از این باورها بخوام بیان بیرون به سود ماست آینده ایران و همتون رو به امید ایران میسرم بدرود